اخبار ناامید کننده‌ای در دربار مخابره می شود. خبر مرگ کریم خان زند به دروغ در سراسر کشور منتشر شده و برخی برای سوء استفاده از شرایط پیش آمده دست به شورش زدند. کریم خان زند روزگار جوانی را سپری کرده و اکنون 74 سال داشت. از سوی بیماری سل امانش را بریده بود و با شنیدن این اخبار اصلا حال روحی مناسبی نداشت. سرانجام در سال 1157 خورشیدی چشم از جهان فرو بست و میراث گرانبهای خود را بدون تعیین نمودن جانشین رها کرد. بزرگترین بزنگاه دودمان خوشنام زند اینجا رخ داد و بزرگان به جای اینکه با یکدیگر به شور نشسته و جانشین شایسته‌ای برای تاج و تخت تعیین کنند، برای نشستن بر سریر قدرت به جان هم افتادند. اختلافات تا جایی بالا گرفت که جنازه کریم خان 3 روز بر زمین ماند تا بالاخره او را طبق وصیتش دفن کنند. شاید شنیدن این نکته باعث حیرت شما شود. در فاصله کوتاه فرمانروایی کریم خان تا بر تخت نشستن لطفعلی خان 7 بار شاه تغییر کرد تا بالاخره تاج به لطفعلی خان رسید. برخی از آنها تنها 3 ماه فرمانروایی کردند. در گیر و دار این اختلافات و زد و خوردها همه از آقا محمد خان غافل شدند. چند روز پیش از مرگ کریم خان، خدیجه بیگم همسر او که عمه آقا محمد خان نیز بود، خبر بیماری کریم خان را به او رساند. آقا محمد خان نیز با نقشه‌ای به بهانه شکار شیراز را ترک نمود و با شنیدن خبر مرگ کریم خان به سوی مازندران گریخت. در این زمان خان قاجار 37 سال داشت. او قصد داشت آرزوی پدر خود محمد حسن خان را برآورده کرده و صاحب تاج و تخت ایران شود. اما باهوشتر از پدر خود بود. نخست اختلافات قاجارها را برای همیشه رفع کرد و آنها را متحد نمود. بازماندگان زند هم که مشغول زد و خورد با یکدیگر بودند و تضعیف آنها به سود خان قاجار در حال رقم خوردن بود. سرانجام زمانی که بر تخت نشست، فرمان داد استخوان‌های کریم خان را به تهران منتقل کنند و در زیر پله‌های کاخ او قرار دهند تا هر روز آنها را پامال کند. عقده او از کریم خان بابت روزهای اسارتش در شیراز بود. گرچه شاهانه زیست و همواره مورد احترام خان زند. حتی کریم خان به او لقب پیران ویسه داد. شخصی که در شاهنامه وزیر خردمند افراسیاب شاه تورانیان بود. اما اینها هیچ کدام باعث نشد که ذره‌ای از کینه او کم شود و این گونه سنگدلانه پاسخ بزرگواری کریم خان را ندهد. سالها بعد در دوران پهلوی به فرمان رضا شاه استخوان‌های این بزرگمرد را بیرون آورده و در سینی نقره‌ای قرار دادند و با احترام به شیراز بازگردانند. شاید به جرأت بتوان گفت اینکه کریم خان پیش از مرگ خود، آن هم در شرایطی که بیمار بود و مرگ خود را نزدیک می‌دید، جانشین خود را تعیین نکرد، بزرگترین خطای او. دو پسر او ابوالفتح خان و محمد علی خان تحت نظر زکی خان برادر مادری کریم خان چند ماهی فرمان روایی کردند و بعد هم کور و برکنار شدند. دیگر اشتباه او کور کردن شیخ علی خان دوست و سردار وفادارش بود که البته بیدلیل این کار را نکرد. شیخ علی خان چندی خود رأی و مغرور شده بود تا جایی که معروف شده بود خان میبخشد و شیخ علی خان نمیبخشد. اما شاید مدارا کردن با این مرد که سرداری بسیار شایسته بود، آینده بهتری را برای دودمان زند رقم بزند.